این برنامه از طرف مؤسسه اوک و دفتر ارتباط یا تی ال او تحت پروژه آینده عادلانه یا جست فیوچر به شما تقدیم می شود. نخبگان و جامعه شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی متحد ساختن بزرگان و مشارکت عمومی جامعه را ناشی از عوامل چون اعتقادات و احساسات مشترک و هماهنگی میان باورها و ارزشها می دانند. اما چگونه می توان اتحاد و همدیلی را میان بزرگان و مردم تقویت کرد در برنامه گفتمان راهکارهای متحد ساختن متنفیزین و راه های منازعه به پاسخ این پرسش ها خواهیم پرداخت اینجا در استودیو محترم محمد رفیق قریق عالم دین و استاد دانشگاه محترم عبدالرحمن صدیقی عالم دین محترم داد محمد اچکزی رئیس شورای مشورتی پلیس مردمی حوزه پنجم شهر هرات محترم محمد نورزایی رئیس شورای کوچیها و محترم سید محمد ندیم نماینده ریاست اقوام و قبایل ولایت هرات مهمان برنامه ما هستند مهمانان عزیز به برنامه خوش آمده تشکر از اینکه وقت گذاشته قابل یادآوری هست که این برنامه از طرف مؤسسه اویک و دفتر ارتباط یا TLO تحت پروژه آینده عادلانه یا جز فیوچر به شما تقدیم می شود امیدواریم که تا پایان برنامه امروز ما همیاری کنید چه خوب است که اولین سوال در اطباط به بحث و موضوع امروز ما و گفتمان امروز ما از جناب قریق سیب داشته باشیم قریخ سیب در دستورات اسلام اشارات عمده در مورد متحد شدن و یا متحد ساختن چقدر بحث صورت گرفته و چقدر این موضوع بیان شده یا حرفای در این ارتباط در اسلام رد و بدل شده الحمدلله وحده و والسلام و على من لا بعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بحبل الله جمیع و لا تفرقو اما قسمی که در قرآن عظیم و شن و در احادیث نبی اگر ما سر بزنیم میبینیم که آیات متعدد احادیث زیاد راجع به همدیگر پیزیری راجع به وحدت راجع به اتفاق و راجع به مثلا ایثار فداکاری همدیلی تأکیدات زیاد شده و حتی دستور اسلام به ای هست که ما باید به عنوان یک برادر مسلمان به عنوان یک یک محمدی صلی الله علیه وسلم باید زیر چت این کلمه متحدانه زندگی کنیم و این پیام قرآن است دستور قرآن است که الله عزوجل می‌فرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم همه مؤمنا برادر یکدیگر هستند و باید شما بین همدیگر صلح و صفا و خوات و برادری و همزیستی و همدلی ایجاد کنیم و به این پایبند و عامل باشیم و واتق الله لعلکم ترحمون شما پروای الله را داشته باشیم تقوی الهی را در زندگی خود زنده کنیم باشه تا اینکه مورد رحمت پروردگار قرار بگیریم یا این مبارکه او و همدلیر سبب کامیابی و موفقیت همه ابنای بشر قرار داده شما اگر نگاه کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم زمانی که به مدینه منوره شرفیاب یاب میشن و به اونجا تشریف میبرند پیام های اصلی و هسته های اصلی حکومت اسلامی را پیغمبر صلی الله علیه و می و هسته های اصلی حکومت اسلامی روی سه محور است که یکی مسئله اخوت است و تضامن اجتماعی است و مسئله شورا است اینا اگر نگاه کنیم هر کدوم یک بحث مفصل را می طلبه و هر کدوم سازنده است به جای خود و هر کدوم برنامه های مفید و ارزنده است و جامعه اسلامی رو انسانی رو و جامعه انسانیر به رشد و شکوفایی و به بلند هایی که واقعا انسان های متعالی میخوان به امروز اونا رو به او هدف میرسانه <applause> و چی خوب است که ما هم هر کدام از اینا رو یک عامل به اینا باشیم اگر نگاه کنیم به اخوات انما المؤمنون اخوه پیام قرآنی هست و پیام هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین مهاجرین و انصار به اونها پیام های اخوت و برادری را به هم اونا با هم, هم پیوان می بنن. معاهداتی که بین از اونها قرار گرفته و صورت گرفته بین مهاجرین و انصار و چگونه اینا با هم با هم یکی شده بودند و همو یکی شدن از اونها سبب پیروزی مسلمان ها و سبب رشد و تعالی و ترقی اونها گردیده و سبب رشد تعالیم اسلامی و دینی گردیده و امروز هم اگر بزرگای دینی ما عامل به این قضیه باشن و این مسئله را و ای با این پیام متمسک باشن و اعتصم به حبل الله جمیعا قرآن میگنی؟ بله, بله ولات فرقه، ما اگر نگاه کنیم سیرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمان ها تا زمانی که اونها متحد بودن متفق بودن و اونها یک دل بودن اونها یک دیگر پذیر بودن هم دیگر پذیر بودن و اونها به صلاح اطی الله و عطی الرسول و ولی الامر من کمر زندگی خود قرار داده بودن اونها به موفقیت و کامیابی های سر راه از نابود شما نگاه کنید قضای بدر زمانی که مسلمان ها به غزوه بدر با هم متفق و متحد و با اطیع الله و رسول و اولی الامر آم اون عامل هستند ببینید شکست ناپذیر هستند <applause> اونها دشمنای بسیار مجهز تا به دندان به سلاح باگه مسلح همه را شکست میدن اونها را ناکام میگدانند اما وقتی به قضای بعد به قضای میرسیم میبینید یک تختی های هرچند علمای بزرگ و علمای سیره را تختی های تلق، تلقی میکنن و اونها تعویل میکنند می برحال امو بسلا تقریبا یک چند دستگی از اونها و یا مو تفرق از نا سبب شکست یک قضوه بسیار سرنویستاز میشه حتی سبب شهادت دندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استوار سبب شهادت بیش از 70 تن از های بسیار بلند بالای و اسلام میگرده پس به ما... این معنا که جناب غریق صاحب که ما میتونیم دو نمونه یکی حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و, و سلم که این مالمومینونه اخوه و همچنان آیه مبارکه که وقت انسی مو بیحبل الله جمیع هم این دونمونه ما میتونیم که به حساب نحوی اولگو قرار بدیم. یعنی نمونه ای از کلام قرآن شریف یا حدیث پیامبر هست که با هم متحد بشین و باید اینکه یا یک جا بودن و یا همبستگی چقدر میتونه که تاثیر گذار باشه بله خب آیات متبرکه که ما دو آیه خوندم و احادیث مبارکه هم در این زمینه داریم که المؤمنون کلبونیان یشد و بعض و بعضا مؤمنا مثل یک خانه هستن که یک بنا هستن که این پایه پایه دیگر مستحکم داره و این در واقع بله در استحکام به نظام اجتماعی بسیار در, در حکومت و همه نقش بسیار تشکر جناب صدیقی صاحب حالا همزمان با این جواب جناب غریق صاحب سوالی که من از شما دارم اینه که تاثیرات منفی منازعات چی هست و دین مبین اسلام چه رهنمایی هایی کرده این که نباید مثلا اه، وقتی میخوایم یک جا بودن تجربه کنیم یا اینکه میخوایم یک اتحادی به وجود بیاریم یا اینکه میخوایم بالاخره یک همبستگی به وجود بیایه پیامدهای منفی از او چی هست و بعد دین اسلام چه راهنمایی کرده که شما چه منفعت میبریم از این بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و علی نبیه همونطور که جناب استاد عرض کردن قرآن کریم و عمل مبارک نبی علیه الصلاه والسلام برای همان ساختن مسلمان ها که مسلمان ها بعد هماهنگ باشند و متحد متحدان پیش برند آیات و نصوصی ما از قرآن و حدیث زیاد داریم همونطور که برای اتحاد مسلمان ها ما نمونای از قرآن و حدیث داریم با. و از فعل مبارک نبی علیه و داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اوقاتی شده که نماز را با واسطی متحد ساختن افراد یا صلح آوردن در میان افراد مسلمان یا برداشتن نظار از میان مسلمان ها حتی نماز گای وقت تاخیر کردند چرا با واسطه که این امر خیلی امر مهمه با. اگر امر مهم نمی بود شما وقتی در قرآن کریم مراجعه کنیم در سوره بقره و در بحث خلافت و آدم می بینیم الله تبارک و تعالی با وصف که ذات یگانه و خالق و سمد نیاد به هیچ کس نداره می بینیم خداوند متعال ظاهرا به شکل استشاری مسئله خلافت و آدم با ملائکه پیشکش میکنه الله به هیچ ضرورت نداره هدف الله است که برای بندگان خود بفهمانه که مسئله متحد شدن مسئله مشوره گرفتن مسئله همان شدن یک چیزی بسیار مهم و اساسی برای معاشرت زندگی شما میباشه پس بنان امو آثار تلخی خلاف چیه؟ اول هویت مسلمان ها از میان میره عبوهت مسلمان ها از میان میره فر بودی قرآن کریم که اگر شما متحد نشیم متفق نشیم عبوهت شما از میان میره و خداوند حیبت شما از میان شما بر میداره حیبتی که باید کافر بود و شما از شما داشته باشه طرف مقابل شما داشته باشه به سبب اختلاف شما عبوهت شما از میان شما برداشته میشه و امو عبوحت عزمت مسلمان ها از میان بسرا برداشته بشه و خیلی منافی ملی مشترکی که ما داریم بعد وقتا به سبب اختلاف اونو از دست میدیم چنانچه که ما شما خیلی می میبینیم که نمو اختلاف باعث شده خیلی از منافی ملی ما از دست ما بسرا گرفته بشه بسیار تشکر صدقی سب تشکر سوال دارم از جناب اچکزی سب اگر مایی که به اچکزی سب بدیم که ما سوال داشته باشم. اچکزی سب شما که به عنوان رئیس شورای مشورتی نایی حوزه پنجم پلیس مردمی وظیفه اجرا میکنین بیشتر در بین مردم هستین و بیشتر در بین چنین قضایه هستین که بالاخره بحث منازعات هست و یا در حل مشکلات یا بالاخره از این قبیل موارد شما سر و کار داریم سوال ما مشخصا این هست که انسجام و اتحاد و همچنان متحد بودن و همبستگی متنفیزین در حل مشکلات اجتماعی چقدر تاثیر گذاره وقتی تعداد یا کتله انسجام دارن بزرگ مثل میزگیرد که ما و شما هستین انسجام دارن همبستگی دارن و بعد میخوان یک مشکل حل بکنم یا یک یک بالاخره حل بکنم چقدر این همبستگی تاثیر گذاره تشکر سلامت باشه مشکلات و چیز مردم که وقتی که ما اگر در نظارت بریم که یک قسمت قضیه و یکی خود ما وظیفه که کار میکنیم چون مردم با ما مراجعه میکنن وقتی ما رئیس شورای مظام داریم میجی مردم مراجعه میکنن وقتی منادیه داریم مشکلی دارن میایم اول افتدا معلومات دارند که کجا شورای یا کجا هستن یک قضیه که پیش میای مراجعه میکنم به اوزه و میده به جنایی یا میده به بخش حقوقی او اگر مشکل نداشته باشه موضوع بر شورات تعلق بگیره میدم با ما میره اگر مقضیه میاد با ما وقت موضوع اقوی میاد نیه جزایی و موضوع جزایی نمی آه. کمتر میاد چون موضوع جنایه موضوع حقوقی بیشتر میاد بعد موضوع منادیه بخش فامیلی خانوادگی موضوع اقوی مردم آخر مستواش. миояндар вақти ино зур пайдо мекунам мо шурӯъ мекунем авала ху агар аз عламом ҳастам хадимо ои аз қуръон азимошан таловат мешав мо сҳбат мекунем ақра طرف قضیه رو میخوایم از دو طرف قضیه رو میپرسیم از اون اول سوال میکنیم از یک طرف قضیه باز از طرف قضیه دیگه سوال میکنیم معلومات خود حاصل میکنیم وقتی معلومات حاصل کردیم و ان شاء الله ما شروع میکنیم به قضیه که چی قضیه به چی شکل حل کنه درست اچ منظوری که یعنی بالاخره وقتی شما تعدادی هستین یعنی کار به یک نفر نمیشه فکر میکنیم یک نفر میتونه واقعا یک کار را انجام بده یا یک مشکل حل بکنه یا خیر به این عقیده ایم که تعداد زیادتر باشه مشوره باشه موضوع حل بشه بله 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 بیا قضیه تنها نمیشه چون وقت شورای شورا دست شورا اگر رئیس شورا باشه اعضا داره منشی داره معاون داره اعضا داره همه حتی علما خیلی ما همکارن عموما اگر بیشتر باشن به خاطر که هر نفری هر هر نماینده یک صحبت داره من یک صحبت دارم کسی دیگه کسی صحبت دیگه داره شاید من یک صحبت رو یک شکل با 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 طرفین صحبت کنم بیاد برادر دیگه به شکل دیگه به طرفین صحبت میکنه از هر کس صحبت میکنه اگر بیشتر باشن قضیه بالاتر باشه نه به تعداد باشه اگر تعداد با زیادتر هم مشکل پیدا میشه با خاطر از کی باشه نه که نه باشن کسایی باشن که از طرف قضیه یا طرف طرفین نباشن طرفین قضیه نباشه کسی یعنی طرفدار کسی نباشد بخش شورا از اه... کسایی باشن با... که با اتفاق هم دیگر یک مشکل حل بله 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 به اتفاق هم دیگر مشکل هم دیگر تشکر از صاحب من قبل از اینکه برین نورزی صاحب برگردم یا سوالی داشته باشم من از ندیم صاحب سوالی دارم چون ادامه حرفای شما هست ندیم صاحب شما که در ریاست اقوام قبایل وظیفه اجرا میکنین بالاخره ربط میگیره به نحوه ارگان دولتی هست که بیشتر بحث موضوعات جغرافیایی به اونا پرداخته میشه میتونیم اشاره بکنیم که تا حال چه کارهایی صورت گرفته نسبت به هم ایجاد اتحاد و اتفاق و متحد شدن بالاخره اقوام و قبایل یا حل منازعات اینا کارهای صورت گرفته اگر صورت گرفته چه کارهای بزرگ و مشهودی بوده که تا حال شاید جای بیان نکرده باشیم و نیاز هست که اشاره بکنیم و نمونه از کلام باشه با تشکر از شما عرض سلام مجدد دارم و همچنان قبل از که به جواب سوال شما پرداخت بکنم تقریبا دو هفته که گذشت بسیار هفته های باری بود به با تمام قربانیان زلزله که در دو هفته گذشت ما بهش برین توقع میکنیم به اونا و از خدا میخوایم که روی شهاد و شاد داشته باشن و همچنان به با بازماندگان از و, و همچنان به تمام مردم شریف ولایت ایراد تسلیت ارز میکنیم سوال بسیار خوبه کردین ما میخوایم کوتاه بعض موارد اشاره بکنم ریاست سرادات اقوام و قبایل که یک ارگان دولتی یا امورتی می باشه بر اساس لایه های وظایف و پلان های کاری و برنامه و پالیسی هایی که داره نه. چنانچه از نام آزو پیداست امور سرحدات اقوام و قبایل و همچنان کوچی ها خب در قسمت امور سرحدات بحث جداگانه و از از مندیزی برنامه بیشتره و فعلا مورد بحث ما شما نیست میمورد بحث اقوام و قبایل و همچنان کوچی ها ما فعالیت های در قبال ارائه خدمات به اقوام قبایل و کوچیا داریم من جمله میشه که از مهمترین وظایفی که ما انجام میدیم میشه اشاره بکنیم به حل و فصل منازعات قومی بله چنانچه محوریت بحث ما شما امروز بیشتر سر سرمی محوریت میچرخه ما اگر بیایم در سطح وزارت مثلا بیاندیشیم حتی جناب وزیر صاحب سرداد اقوام و قبایل موین صاحبا شخصا به بسیاری از منازعات کلان قومی که در ولایت مختلف بوده در اونجا شرکت داشتن در اونجا دخیل بودن و قضایه را حل و فصل کردن میرسیم در ولایت هرات خود ما شما ما اگر بیم به شمار بکنیم که زیاده که ما چقدر حل و فصل منازعات کردیم ولی کوتاه میخوایم به طور نمونه اشاره داشته باشم که در می تیز امسال ما تقریبا بیش از 17 یا 18 منازات بوده منازات بین قومی که ما در اون مستقیم دخیل بودیم و حل فصل کردیم واره با اساس هدایت مقام محترم وزارت با اساس هدایت مقام محترم ولایت و همچنان با اساس همو مسئولیت که ما داشتیم میشه ما بعض مشکلاتی که در بین اقوام ولسوالی کشک رباط سنگی در برسر الفچرها بود ما در اونجا دخیل بودیم که یک موضوع بسیار حاد و چندین سال که بعض از دوستا خصوصا حاجی صاحب اچکزای و حاجی صاحب محمد خان در جریان زی هستن ما اونا را بسیار کردیم ساختیم و همچنان همین مناطق زلزله زده که مربوط ولسوالی زندجان و یک قسمت از ولسوالی انجیل می شد همین سال اول بهار ما رفتیم مشکلات ناشی از علف بود که ما بین از اون مردم یک صلح و وحدت را آوردیم و رو با هم آشتی دادیم و منازات فی بین از ما به یک شکلی از اشکال حل و فصل ساختیم و بسیار موارد دیگه هم هست که ما درود دخیل بودیم مستقیم یا غیر مستقیم که اون حل و فصل ما انجام دادیم و انجام میدیم یعنی بیشتر پس این قسم معلوم میشه که هرچند از نام خود ریاست هم هویدا هست و مشهود هست بیشتر قضایه بحث به علفچرها هست و زمین های زراعتی هست یا بالاخره بحث محیط و منطقه هست حالا در چنین قضایه چند درصد تانست موفقیت رو به دست بیاریم یعنی چند درصد شما موفق بودین تا نسیم که اون مناظر یا همو اختلاف را بالاخره به با نحوی به کامیابی تشکر برسم. قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم میخوایم کوتاه اشاره داشته باشم به اینکه در کنار حل و فصل منازعات قومی ما جرگه های قومی برگزار میکنیم محافلات. محافلات. محافلات که به هر موضوعی که ارتباط داشته به جامعه و اقوام و قبایل ما محافلات مختلف را برگزار میکنیم در طی سالها و بر علاوه ما به عنوان یک پل ارتباط میان اقوام مختلف میان ملت و همچنان دولت یا امارت اسلامی ما عمل میکنیم و تمام مشکلاتی که مردم دارن و می استماع میکنیم جمهوری میکنیم و به مراجع مختلف و مراجع زیربت محلی و همچنان مرکزی ما بر اساس وظایفی که داریم او ما ارسال میکنیم تا که مشکلات مردم مرفوع و برطرف بشه و ما در قسمت سوالی که شما کردین ما این تو هم هست که حقوقی و مربوط به محاکم میگیره جنبه عدلی و قضایی داره با او هم گاه مثلا نه به عنوان ازی که تشبس بکنیم ولی به عنوان اهمکار ادارات محلی ما به حساب ادارات محاکم ما ما در او هم گاه دخالت میکنیم تداخل میکنیم تداخلی که مشروعیت داشته باشه و تداخل که صلاحیت کاری اونها زیر سوال نره و نوان همکار ما در بعض قضايا هست که دخالت میکنیم و منازعات حل و فصل میسازیم و در کنار از این همچنان با شوراهای مختلف قومی شوراهای محلی که بیشتر حاجی صاحب تذکر دادن ما در اینا مستقیم با ارتباط هستیم با کوچی های ولایت هرات در کل با رئیس صاحب شورای کوچیا، ها با سرخیلای کوچیا ها ما مستقیم با اینا در ارتباط هستیم مشکلات زیر استماع میکنیم اگر خدای نخواسته کدام جای منازعات در بین از اینا به وجود به ما در حل و فصل از اون منازعات آستین بر میزنیم و اواره مرفوم میسازیم بسیار, می بسیار تشکر. تشکر تشکر از شما قبل از اینکه برای سوال نوزایی سبب بپردازم قابل یادوری هست برای بیننده ها و شنوانده های عزیز رادیو تلویزیون امیراج که گفتمان امروز ما بیشتر پیرامون حل منازعات و همچنان رهنمایی ها و راهکارها برای این مسئله هست یا در کنار این پیرامون متحد ساختن متنفیزین و بزرگان قومی هست اینجا در استدیو ای با من هستن جناب محترم محمد رفیق قریق عالم دین و استاد دانشگاه و همچنان محترم عبدالرحمن صدیقی عالم دین محترم داد محمد چکزی رئیس شورای مشورتی پلیس مردمی حوزه پنجم شهر هرات همچنان محترم محمد نورزایی رئیس شورای کوچی ها و جناب محترم سید محمد ندیم نماینده ریاست اقوام و قبایل ولایت هرات قابل یادآوری هم هست که این برنامه از طرف مؤسسه اویک یا دفتر ارتباط یا تی ال او تحت پروژه آینده عادلانه یا جست فیوچر به شما تقدیم میشه و امیدواریم که تا پایان برنامه امروز ما هم رویاری کنیم و همچنان بیننده این برنامه باشین جناب نوروزای س پیشتر که سوال رفتم طرف ندیم سیب چون بس ربطی میگیرید به سوالی که من از اچکزی سیب داشتم من سوال از شما دارم شما خب حالا هرات یکی از کلان ولایت های افغانستانه یکی از ولایت های بزرگ افغانستان هست و ولایت های است که به نحو سر زبان ها هست مطمئنا در این جغرافیا بالاخره منازعات وجود داره اونطوری که ندیم سب گفتم بیشتر اینا برمیگرده به جغرافیای هرات یا در ولسوالیای دوردست یا در بس الفچرها و امثال اینها حالا شما به عنوان رئیس شورای کوچیها بیشتر در چنین قضایای دخیل بودین فکر میکنین که عوامل عمده منازعات هرچند ندیم سب هم اشاره کردن عوامل عمده منازعات اجتماعی در هرات چی هست یعنی چه چیزهایی باعث میشه که یک منازعه به وجود بیایه یا یک اختلاف به وجود بیایه یا یک معذرت میخوام یک دشمنی به وجود بیایه که سالها یک قوم یا یک تعدادی از اعضای فامیل با همدیگر مشکل دارن یا با همدیگر اختلاف دارن بسم الله الرحمن الرحیم سلام مجدد دارم به خدمت میمانای عزیز و کارمندای تلویزیون رو میراج سلامت باشه و که کنم کنم از مسیسی ویک که اونهایی که از قشن بسیار دور که من به صفت نماندی از نایم مرا هم دعوت کردم که تا یا های داشته باشم یا راز دل داشته باشم یا چیزهایی که ملومات داشته باشم و تجربه داشته باشم اینجا خود شما بکنم سلامت بشه خب منازیات میتونم که از چند جهت بگیم من از فوت شروع میشه میره تا که بزرگ میشه منازیات میشه بین دو برادر هم منازیات گفته میشه بین یک قوم یک جزی گپ های شروع میشه هم منازیات گفته میشه دیگه بین سی به مثال کوچو ما که دارم میرم یک جای تعمیر کنم ورشو و رفچر مولدین بسیار به مشکلات و دیگه دیگه هم منازیات گفته میشه دیگه جا داره که یک چیزی که از منازیات چیزایی که میتونه مفید باشه کسایی هستم که علمای هم، متنفذین هم دیگه رؤسای شورا کسایی هستم که اینا بسیار نقش خوبی دارند در منازعات میتونم به هر جایی که باشه چون مخصوص آمار منازعات که بیشوری میشه ما تنها نه به کوچه ها اون در تحت شهر که باشه ما میشه انشاءالله کوشش میکنیم که اون منازعات رو انشاءالله به نوی اصلا با امراد دوستا الفاس بکنیم و اگر به دیان باشه میتونیم کوشش بکنیم که الفاس بشه همیشه وقت ما به می جریان های هستیم دیگر رای منازعات خوشبختانه بگم که از وقتی امارات اسلامی افغانستان اومده بسیار ما رو مجده کلون دادم بسیار با گپای ما رو شریک میکنم که شما کوشش بکنیم به هر نقطه که دورترین نقطه از, از ولایت ایراد اگر منازات شروع میشه در ولسویلی های در دیا و غربات و دیگه دیگه شما کوشش بکنیم که منازات رو حل بکنیم دیگه ما, ما اینا به اون مجدی کنا دادم با اون سلاحات که اینا به ما دادم ما کوشش میکنیم خیلی مجا کردن بوده دوستا به جریان هستم موضوع قتل بوده که ما انشاءالله ششتیم اونا خدا خواسته عل کردیم دیگه مجا خیلی کلون که علف بوده علف که علفچار بوده علفچار بوده که اونا بین مالدارام و بین بومیا بودم که یک مشکلاتی بوده اونا خود میخواست میخواسته شده دیگه خیلی گپای کلونی از وقت امارت شده امی سلیت که دادم چلا مشکلات بین کوچی و دیو و شعری و هر کجای که علم منازیات, منازیات که هسته میشه و فصل میشه حالا مردم چقدر علاقه مندی نشان میدم نسبت به حل و فصل این قضایی ها اینو واقعا از تای دل علاقه دارن که بیان منازعه حل و فصل بشه و بعدی که با همدگر آشتی بکنن مردم ببینیم یک مردم فقیری هم هر کس که از جای خواهی اگر مشکل داشته باشه تا که بیایی یک ادارات رسمی او ارزه بده شاید من پول ارزی مشکلات داشته باشه تا او که کرام موتر بده تا بیای وقت زمان گیر بشه یا به جنایی بره یا از جنایی به محکمه بره یا به سارمولی بره, بره جایی که برای بسیار دامنگی وقت گیره دیگونا از جاتر مردم با علاقمندی بیدارم که از طریق شوراها و از طریق میسفاده و از طریق علما از طریق منابع من مسجد امورای حل زنا از اون ساخته میشه بیتر از... زیاد زودتر علا فصل بشه و تمام شد زودتر علا فصل میشه اون مردم هم حاضرم بیشتر تمایل برم قضایی هم سراغ داریم که سالهای متمادی با هم دیگر مشکل داشتم مثلا 10 سال، بیس سال، سی سال، چل سال داشتیم چنین قضایی در بوده بله یا بوده تقریبا خیلی قضایی بوده که حالی ما چون واسه که وقت کم بین مثال اولوسیلی گذاریم ما یک بسیار گپ کلون بود که بین دوی قوی مفتید و تقریبا خمزه نفر از اکرون کشته شد خیلی وقت وقت جمعیت بود دیگه بازم بزرگا و استفاده و کلونا همی جمع شدیم گفتیم که کار بکنیم که این مردم چیشم که اینا به هم صلح بده ده خدا میخواست که باز امو وقت از اون چون که دولت وقت از اون طرفتاری گپ نبود که اینجا صلح به وجود بیاد بین مردم یک اتحاد اتفاق باشه باز با مردم تونست بیاری خدا هم تبارک با اطاعت اتفاق خود این بزرگاه و مصفدا و علما تونست که این موضوع حل کردن بسیار تشکر تشکر نوزه شما ممنون شما در سوال از شما دارم که برمیگرده به مسائل دینی و همچنان بحث که ببینیم اسلام چی در این مورد گفته ولی صاحب در صدر اسلام اختلافات میان قبایل وجود داشت درسته قبایل و بالاخره اقوام و یا بزرگایی که در همو در زمان بودن در صدر اسلام وجود داشت کم هم نبوده در اون زمان اتفاقا بیشتر هم بوده و کوچکترین حرف یا قومی که بزرگتر بوده بر قوم کوچکتر بیشتر غلبه داشته برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حل این منازیات چگونه بوده چگونه رفتار میکردن و چگونه یک بالاخره یک منازیه حل و فصل میکردن جرگه بوده واقعا یا خیر خصوصی با اونا میشیشتن چگونه بوده این قسم ببینیم قرآن عظیم و شن چهره دو قوم مشهور مدینی منوره چنین تمثیل میکنه با ما گروه قوم به قوم اوس و خزرج است uh -huh. اینها قبل از اسلام خیلی با هم دیشتن به خیلی با هم دشمن بودند خیلی با هم خون و خسامت های در بین از بوده و با برکت اسلام با برکت حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره این خصومت ها به حد بگیم نهایی خود رسید که صفر میتونیم قرآن از مشان که از جمله نعمت های بزرگ خود برای مسلمان ها بیان میکنه اعوذ بالله من شیطان الرجیم و نعمت الله اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم به بنعمته اخوانا خیلی جالبه دقت کنیم بالکل آدم انرژی میده و نعمت الله نعمت الله رو شما یاد کنین از بین نعمت الله نعمت برازنده که برای این امت و این ملت شده ای هست که از کنتم اعدان آنگاه که شما بودید دشمن فعلف بین قلوب کن الفت ایجاد کرد در بین دلهای شما فاسبحتم به نعمتی هی اخوانا شما گردیدین به برکت نعمت اسلام برادر شدید سبحان الله سیری پیغمبر علیه صلات, علیه صلات رو وقت مطالعه کنیم عشق شما میه عشق شوق شما و, و واقعا جذبات ایمانی شما بالا میره سبحان الله که اینا چقدر الگو بودن چقدر نمونه های از از فداکاری بودن okay. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه اونا یک دیگر بر ترجیح میدادن شما اگر ترجیح رو ببینیم وقتی که پیمان و خوات بین انصار و مهاجرین میشه یکی از انصار مهاجرین الرحمن ابن اوفه رضی yeah. الله عنه وقتی به مدینه منوره آید، یاکی با یک از صحابه که پیمان برادری میبنده باز او صحابه در واقع شریک زندگی خود میسازه شریک مال خود میسازه ولی عبدالرحمن ابن عوف که با یک ازار بیش نیامده و هجرت نکرد از مکه مکرمه او میگه نه تو فقط بازار مدینه منوره برای من نشان بده دیگه من از چیزی نمیخوام یعنی قدر اینا با هم ایثار داشتن با. و این درس ایثار را از کجا آموخته بودن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و این درس خودگذری را از کجا آموخته بودن از اون جایی که فتح مکه مکرمه رو وقتی شما میبینیم وقتی مبارک علیه الصلاه و السلام در مکه مکرمه داخل میشن عرب ها چی انتظار دارن؟ عرب های قریشی که سالیان متمدی بر پیغمبر و بر یاران بر پیغمبر اونها واقعا ستم کرده بودن واقعا ظلم کردن اونا از خانه و کاشانشان بیرون ساخته بودن و اونها را از مال و نعمت های مادی اونا ساخته بودند. مصعب ابن عمر که بهترین جوان مکه بود بهترین عطر مکه را استفاده میکرد بهترین لباس مکه را استفاده میکرد بهترین زندگی مرفه جوان مکه بود اما وقت شهادت از شما میشنیم که مصعب وقتی او را کفن میکنند یک تکی بیش نیست کش میکنن سر از او پایش می میماند و پایش کش میکنن سرش می میماند صحابه گریه میکنند که رحمت خدا بر تو ای مصعب که تو واقعا زندگی آخرت بر زندگی زندگی دنیا ترجیح دادی واقعا تو چه یک زندگی داشتی به خاطر اسلام به خاطر نعمت اسلام ما اونا از پیغمبر چی میخواهند میگن ای پیغمبر امروز تو آمدی فتح مکه از آن شد از آن مسلمان ها شد امروز با ما چی میکنی؟ چی انتظار داشتن؟ پیغمبر علیه السلام سلام که ازهب و انت سبحان الله ایر گذشت میگن ایر ایثار میگن ایر پیام همدیلی میگن بریم همه شما آزادیم همه شما آزادین پیغمبر علیه السلام به هیچ کس پیام خصمانه نداشتن با هیچ کس پیام به او عداوت ها و دشمنی ها و بالاخره انتقام جویا نبوده و عفو ام ظلمک قرآن از اماشان میگه عفو کنین کسی که به شما ظلم کرده و آن مو پیمان و خوبت و مو همدیلی سبب قوت از اونا سبب نسرت از اونا سبب رشد از اونا سبب زی که ورفعنا لکه ذکرک امروز نام پیغمبر علیه السلام به این جایی که ما و شما هم نشستیم بس. از اون سایه کوچک جزیره العرب به اینجا هم رسیم بسیار تشکر غریق سیب صدیقی سیب سوالی از شما دارم و انشالله که کوتاه بریم جواب بدیم و سر اصل سوال ما تمرکز داشته باشین انشالله صدیقی سیب در شرایط کنونی رای حلا برای حل منازی چی هست؟ فکر میکنیم چه رای حلهایی وجود داره و میشه به اونا توجه کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم با این حدیث نبی علیه الا واسلام شروع میکنیم و قال النبی صلى الله عله وسلم والله فیعون العبدی ما کان العبد فیعون خی رای حل رای برورف از این مشکلات و از ای سختیها همکاری و معونت به یکدیگر تا زمانی که ما همدیگر پذیر نشیم یکدیگره نپذیریم به عنوان برادر مسلمان خو به عنوان هموطن خو بانان با هم نو اخو با. تا زمانی که ما معون اون همکاری یکدیگر در غذایا نشیم ما ادی چارش کشیده نمیشیم زمانی ادی چارش کشیده میشیم که به فرمودی نبی علیه صلات و سلام و فی اون العبد ما کان العبد فی عون اخی پروردگار عالم به همکاری بندی مسلمان خونه تا زمانی که بندی مسلمان به همکاری برادر مسلمان خوب باشه اگر ما معونه همکاری یک دیگر باشیم خداوند بر ما همکاری میکنه وقتی که الله بر, هم بر ما همکاری کرد ما از چالش زندگی کشیده میشیم بفرمودی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم من فی الارد تو من فی السما تو رحم بکن بر کسانی که در روی زمین خدای تا این که پروردگار به شما رحم کنه یعنی راه بیرون رفت که ما یک دیگر تحمل کنیم با یک دیگر همکاری کنیم اگر زرر از برادر خو میبینیم خیلی به مقبوری به روی و سیره صحابه رضی الله تعالی عنوان اجمعین بیاییم خیلی به مقبولی در میوان یکدیگر بگذاریم و او را به مقبولی بحث کنیم و بعد از او او مشکل در میان خود به خوبی حل کنیم یکدیگر تحمل کنیم تا یکدیگر تحمل نکنیم از پرخاش و احساسات و انتقام جویی شروع کنیم دیگه یک تجربه تلقی ما از در این وقتی هر قدر ما روی انتقام جویی ها بریم روی مطمئنا ما در این قرار میگیریم بسیار شکر جناب صدیق سی ما که بدیم به یک زی سی یک سوال دارم یک زی سی فکر میکنیم که نقش دولت و ارگانهای دولتی در حل اختلافات بین اقوام و قبایل اینها چقدر تاثیر گذاره شکر چری نقش دولت بر منازیه و بر چی بخش قومی خیلی هم نقش بزرگی داره نقش خوبی داره چون اگر همکاری نداشته باشند با مردم با علما و با متنفذین و با علما و با مردم منطقه با اربابای منطقه یا اگر تفاهم نداشته باشم یا امانگی نداشته باشم منازعه هم مشکل حل کردن بخاطر یعنی بعضی غذایه که اصلا پیشتر برادرها ها گفتن بعضی غذایه که پیش ازی که به حکومت مراجع کنن زودتر اونا به, به،, به مطلب نرسن وقتی که با مویسفید ها یا به علما مراجعه کنم. به این خاطر امانگی دارم. به هر عنوان اگر کسی بالوسوالی باشه بالوسوال و منطقه و قاضی منطقه امانگی داره اگر ولایت باشن حتما به ولایت امانگی هسته اگر امانگی داشته باشن بهتر حل میشه به خاطر یک امانگی مردم و حکومت بندگر داشته باشن قضیه هم بهتر حل میشه مطمئن تر هم میشن مردم چون بس... طرفین مطمئن تر میشن که موضوع رو حل کنند به از اینکه از دو طرف قوه قوه جایی بیشتر میشه قوه جمع خدین همراه قوه مردم و برادرای قوای شورای مردمی هم اونا هم کارن بیشتر مطمئن تر میشن قضیه رو بهتر حل میکنند بسیار تشکر بسیار تشکر به عنوان سوال آخر طوری که چگزیسف گفتن که در هر منازه نیاز هست که بالاخره هم شوراها باشه یا هم مردم دخیل باشن و یا در کنار از او محاسین و بزرگا حالا در این میان وقتی دولت اقدام میکنه برای حل یک منازعه چقدر پایبند به صحبت ها و همچنین تصمیمات این قشر از جامعه است که من پیشتر اشاره کردم که یک منازعه زودتر حل بشه یا به یک نتیجه زودتر برسیم چقدر این در نظر گرفته میشه خب تشکر از سوال شما ببین اگر ما بیم قضایه را چند بخش چند مورد تقسیم بندی بکنیم قضایه و جزایی یه میشه یا حقوقی بعض موارد هست که اصلا ارتباط نمیگیره نه به شوره قومی نه به مردم و او ایجاب میکنه که محاکم به با او باید تصمیم بگیره هرچند بعض قضایه های داریم ما داریم ما که حتی یک قتل اتفاق افتاده که حتما باید محاکمه بشه مثلا دیگه حتما مواردی که شریعت در در نظر افتاده باید سرزو تعمیل بشه اما در این یک موارد خاصی هم هست گای اوقات که همین شوراهای قومی و همین بزرگان و همین علما و همین متنفذین و اعضای شورا سرزی هم تاثیر گذاره و میتونه که یک نحوه مثلا دخیل باشن خب با با بعض قضاهای دیگه هست قضاهای اجتماعی گپا بعض مثال خوردوریزه هست که شوراها میتونن بر روزها مثلا دخالت بکنن در حل و فصل زو حتی ریاست سرادا اقوام و وقبال که از نام زو پیدا است دخالت میکنه با اینا و زمین سازی میکنه برای شوراهای بزر... های قومی بزرگان, بزرگان اقوام محسن سفیدان زمین سازی میکنه تا ای که همین موضوعات و همین قضایه حل و فصل بشن در این دوره همکاری و از طرف دیگه اگر بیایم ببینیم فرض کنیم که اگر شما می این بحث مسئله عدالت رسمی یا عدالت ترمیمی یا غیر رسمی که در اینجا مطرح میشه مورد بحث اگر این ما در نظر بگیریم خب پیشتر موجی به به شما رساندن که بعض قضایی است که بسیار به طول می انجامه باند. اگر شما او رو بیاین از عدالت رسمی و از محاکم و قضایا بینور اور بسلا پیگیری بکنین و بین اور بسلا رایزنی بکنین او یک کمی طولانی میشه هم به حساب این که طرفین مناز وقت قدر کافی ندارن وقت او زو زایی میشه از نظر اقتصادی و از نظر منابع مالی مصارف هنگفت داره با مو ملحوظ اکثریت قضایایی که آنچنان به عدالت رسمی فرض مثال ارتباط مستقیم نمیگیره و یا یکی اگر ارتباط هم میگیره اونا در در دخالت که توسط شوراها بزرگان و یا عالم های دین صورت میگیره اونا واکنش عکس عمل نشان نمیدن حتی همکاری هم میکنن زمین سازی هم میکنن شما بس بس ما شما موارد داریم که وقتی شما میرین به محاکم یا شوراها اونا به شما میگن که شما برین از طریق بزرگان اقوام محاسن سفیدان بله خب ما شما یک کشور هستیم دارای اقوام مختلف و دارای از قدیم تا به امروز یک کشور اقوام قبایل دارای فرهنگ های مختلف مثلا دارای اشتراکات بین اقوام و همچنان جرگه ها خوصا های قومی شما ما از جرگه های که در سطح ملی در سطح کلان گرفته میشه تا جرگه های خرد و کوچکی که در سطح محلات محلی توسط ادارات رسمی و یا توسط مردم گرفته میشه یک یک سرزمین یک جغرافیه است که ما شما بخوایم نخوایم با این مسائل سر و کار داریم با و خوب است همچنان مفید هم است که در این تو یک ای مسائل در این تو یک ای قضایا در حل منازات منازعات قومی دخالت بکنن مردم علما بزرگان اقوام و همچنان زمین سازی بکنن ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان سایر ادارات همکار و زیرت بسیار شکر, شکر. ندیم صاحب ج... چون پیشتر گفتم سوال آخره یک مورد که اینجا یادم آمد که نیاز هست از شما پرسان بکنم شما که نماینده ریاست اقوام و قبایل هستین حالا ما جدا از مسائلی که بحث کردیم و صحبت شد هم قریخ صاحب و بالاخره بزرگای دیگه اشاره کردن از هم از بود دینی و هم بالاخره اجتماعی و و همچنان فرهنگی جغرافیایی که ما داریم این کارا ما دفاتری هم داریم که به عنوان رهنما و به عنوان همکار برنامه های این داره مثل دفتر مثلا ارتباطیاتی ال او یا جس فیوچر که بالاخره همانگی این برنامه که انجام داده این برنامه ها یا راندازین این برنامه ها چقدر میتونه که روی این موارد تاثیرگذار باشه و حداقل یک تریبون آگاهی باشه برای افرادی که بالاخره با چنین قضای های روبرو هستن یا این که این برنامه رو میبینن و بعد انگیزه پیدا میکنن که والا فلان قوم یا فلان فرد برن با هم دیگر اینا رو آشتی بدن برای حل منازعه تشکر از سوال شما سوال بسیار جالب بود ببینن اول از که برگزاری همچین برنامه ها از طریق تلویزیون شما که به شکل آگاهی و که مردم میبینن شنیداری و استماع میکنن این مفیده بخواین نخواین هر عمل و هر عکس العمل بالاخره باعث سیزی میشه که مردم یک جوی داشته باشن برنامه بسیار زیبایی در کنار ما از ما تشکر میکنیم از ماسه محترم اویک و همچنان همکاران از که در این قسمت بسیار ما را همکاری کردن و همچنان همراه وزارت امور سرحدات و قوم تفاهم نامه ای در این قسمت اینا انجام دادن امضا رساندن بله و پیام ما به سایر مؤسسات همکار داخلی و خارجی که برنامه های مثبت داشته باشند بیدار بسازن از هان مردم و از هان امیر و همچنان پیام های مثبت داشته باشند خصوصا در قسمت همدیگرپذیری پذیری حل و فصل منازات قومی به که ما یک جامعه روشن و آگاه در آینده داشته باشیم ما از اونها امارات اسلامی از اونها استقبال میکنه اونها را همکاری میکنه و اونا یاری اونا را. و همچنان در قسمت ای که همی برنامه های آگه ده اینا و همچنان برنامه های مشابه که باعث حل و فصل منازعات قومی گپا میشه جا داره که همینجه یک کوچک چیزی هم داشته باشم اشاره که مثل مؤسسه محترم اویک اگر سایر مؤسسات مؤسسات داخلی و خارجی همکار که اگر همچنین برنامه های داشته باشند و در کنار او بتوانند همی برنامه هایی که نتیجه همین برنامه هایی که اینا دارند در ظرف شش ماه، در ظرف یک سال، در بین اجتماع، در بین شوراها، در حل و فصل منازات قومی دخیل هستند و همچنان این برنامه ها پر برنامه ها پیش میبرند اگر بتوانند اینا همچنین برنامه را ادامه بدن و یک طرح دیگه بریزند اینا به صورت کتبی، به صورت مکتوب، به صورت کتاب یار نشر بکنن و همچنان یار پخش بکنن بین جامعه بسیار فکر کنم که از مطالعه از, از هم اکثریت مردمه که برنامه های تلویزیونی همچین همچنین مثل برنامه ما شما نمی و که مستقیم در قسمت آگهی دهی اونا اشتراک ندارن بتونن از طریق همین کتاب ها و مکتوب ها بتونن وارد چکار بکنن مطالعه بکنن و بسیار هم انشالله که مفید واقع میشه یا از طریق رادیو ها به نشر از طریق رادیو یا از طریق رسانه ها از طریق تلویزیون ها از طریق کتاب ها که وارد به صورت کتاب یا را چیز بکنن عرف و انانات مختلفی که در بین جامعه ما شما در ولایات مختلف ما شما وجود داره مردم از او آگاهی پیدا میکنن اگر در صورت که به صورت کتاب ای مثلا چاپ بشه و و پخش بشه بین مردم بله از فرهنگ و از رسوم مختلف تمام ولایت آگاهی پ... پیدا میکنند معلومات حاصل میکنند و همچنان در حل و فصل منازعات قومی و در به هر چیزی که باشه مثلا در هر بخشی که باشه میتونه اینا به عنوان الگو و راهنما از اینا استفاده بکنن ببینن که مثلا فرض کن در ولایت بلق در ولایت ننگرهار در خوز، در هرات از کدام کارشیوا استفاده کردن در حل و فصل منازات قومی که مشابه نمی منازایی که ما داشتیم مثلا یا روبرو شدیم میتونه بسیار کمک کلامی بکنه بسیار تشکر تشکر از شما ندیم سیب بزرگوارا حرفی هست حرفی مونده که بگین حرفی چیزی مونده جناب اگر کوتاه و شورده اشاره بکنیم مشکلی نیسته چون پیام آخره بیشنه خب. ببینیم ما برای متحد ساختن متنفذین چه راهکارهایی گفتیم باید داشته بله. شد. اسلام در این قسمت یک راهکار حیاتی و اساسی پیش روی ما گذاشته آیه قرآن از و شن پینجاونو سوره نسا هست که الله جلال می فرماید فا ان تنازعتم فی شیئین فردوه الله و الرسول سبحان الله یعنی اگر ای در میان شما می شما راجع کنیم به کتاب خدا و سنت رسول الله فردوه الله و الرسول به ادامه می فرماید این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر زالک خیر و احسن و تعویلا این عاقبت به خیر ما و مو شما هست که اگر ما مخصوصا مخصوصا ملت افغانستان <applause> که بیش از 99 درصد مسلمان هستند و الحمدلله هستیم و قرآن از و یا تعالیم دینی ما چی قرآن است چی احادیث است چی اجتهادات مشجدین کرام است رهگوشا و همچنین مورد قبول جامعه ما شما هست بحق. اگر وقتی ما خواسته باشیم این ملت را متحد بسازیم اولین نکته همین است و این زمان اثر داره و اثرات ازی در جامعه ما و این اتحاد به صلا متنفذین اثرات ازی به حد بالا هست که مشکلات جامعه خیلی راحتتر و آسانتر میتونه حل بسازه از اینکه که بزرگای ما متفرق باشه و صحبت ما زمان مؤثر میتونه باشه که ما الگو باشیم برای دیگران چنان که الله زلجلال پیامبر علیه و سلام برای ما الگو قرار دارد تشکر. تشکر, تشکر از حضور مهمانان عزیز در گفتمان امروز ما که تحت عنوان راهکارهای متحد ساختن متنفذین و بزرگان و رای حلای منازعه بود از حضور همه شما ممنون شاید. و سپاسگزاریم و همچنان از همه شما ایزان بیننده و شنونده سپاسگزاریم که ما دنبال کردین و همراهی کردین تا اکنون امیدواریم که برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه و این برنامه از طرف مؤسسه اویک و دفتر ارتباط یا تی ال او تحت پروژه آینده عادلانه یا جس فیوچر به شما تقدیم شد تا برنامه بعد قدرت الله حمیدی از دو را نکنه خدا نگهدار شما این برنامه از طرف مؤسسه اوک و دفتر ارتباط یا تی ال او تحت پروژه آینده عادلانه یا جست فیوچر به شما تقدیم شد.